همزمان با نبرد زمینی نیروهای کرد با افرادگرایان داعش در کوبانی روز دوشنبه حملات هوایی نیروهای اطلاف به مواضع داعش در نوار مرزی ترکیه و سوریه ادامه یافت این در حالی است که کارشکنی‌های های آنکارا تلاش ها برای حمله به مواضع داعش از جبهه شمالی را تاکنون ناکام گذاشته قائم مقام نخست وزیر ترکیه و سخنگوی دولت در واکنش به شایعات زد و نقیز در مورد موافقت آنکارا با حمله آمریکا به داعش از خاک ترکیه گفت توافق جدیدی در مورد پایگاه نظامی اینجرلیک به جز آنچه همکاری در مورد مبارزه با تروریسم بود حاصل نشده در حال مذاکره برای تسهیل در طرح تسلیح و آموزش مخالفان میانه روی دولت سوریه هستیم که البته نتیجه نهایی هنوز به دست نیامده حملات هوایی اطلاف ضد داعش در حالی ادامه دارد که وزیر خارجه بریتانیا که کشورش یکی از اعضای این اطلاف است روز دوشنبه تاکید کرد که حملات هوایی به تنهایی برای متوقف کردن پیشروی های داعش در عراق کافی نیست.